روزنامه رساله نوشته بود آقا در به اصطلاح در دنیای نظامیگری و نظام و ارتش‌ها یک اقدام است به اسم حمله پیشگیرانه، یعنی قبل از اینکه شما دشمن به شما حمله بکنه شما یک حمله میکنید که جلوش رو بگیرید. و این راه به ماهی 22 بهمن و این طبقات 22 بهمن که ما داریم میکنیم این حمله پیشگیرانه است. چون که میخوان به ما حمله بکنن، حمله هم که منظورش این بحران هایی هست که بشون منظور حمله نزنید، ما داریم با 22 با این نمایشات کاری میکنیم که جلوی حمله پیشگیرانه داریم. یا مثلا تلویزیون های رژیم رو روشن کنید، میکروفون رو میبره از مزدوران دستین شده خودش، افراد دستین شده خودش، یا برای کسانی که تو گوچه خامون پیدا میکنه و میاره جوره دوربین برای اینکه یک حرفی رو بکنه بزنه که بس سآلش موسیقه. مثلا میپرسه که چرا در راه به ماه 22 بهمن امسال آمار میلیونی گفتگه تر از گلشت شرکت خواهد کرد. 22 بهمنی که هنوز اتفاق نیفتاده. یا مثلا اجازه بدید چند تا چیز دیگر بخونم. مثلا یکی گفته بود که یکی از این روسنامه‌ها گفته بود که شما بذارید 22 بهمن بیاد، دنیا شاهد حضور میلیونی مردم ما در 22 بهمن خواهد بود. یا 22 بهمن خواهید دید که چطور مردم به میدان می آیند. و این گونه اعترافات در رسانه های رژیم زیاده. بنابراین یا حتی حالا این وسط اون چیزی که شما میگید اثبات دید در درون خودشون میزنه بیرون. نمیدونم اثرات رفسنجانی، اخیر رفسنجانی رو هموطنانمون دقت کردن یا نه، این سیخ هایی که به خامنه ای خیلی فنی میزنه در این حفظ نظام و این که برای به اصطلاح مقام رهبری گفتن که باید در رابطه ماه 22 رو بهمن، شما فقط یک اشاره توجه بکنید ببینید چطوری به خامنه ای سیخ میزنه. این اون چیزیه که وضعیتی که شما میگید اثبات بکنید، این اون وضعیته که تازه شما هم چند دقیقه قبل اشاره کردم داشتید میگفتید تازه هنوز احمد نژاد به خاطر انتخابات چرا خاموش از میدان هم داره. ببینید رفسنجانی چی میگه. متاسفانه در حال حاضر ممکن است پاسخهای قانع کننده به پرسش های جوانان داده نشود و در این حالت این نگرانی وجود دارد که این قشر پاسخ خود را از مراجع دیگر خواهد گرفت. پس یعنی یک نارضایتی از جانب جوانان هست و این جوانان پاسخ خودشون رو از جای دیگه میگیرن. این اشاره آشکاری از بزدیت و نفرت، نفرت جوانهای دلاور میهنمون که از این آتش زیر خاکستری که در قیام 88 در همین ایام فقط یک شعله در قیام عاشورا نمایان شد در سال 88 و دیدیم که چیکار کرد. چیزی که رژیم سعی کرده با سرکوب وحشیانه، با پاشیدن گاز و آتش خیانت روی این آتش، این رو زیر خاکستر فعلا پنهان کنه. اما اینکه خاموش شدنی نیست. یا ادامه حرفای رفسنجانی درباره نحوه اداره کشور ازش میپرسن. در طول سه دهه گذشته ما در طول سه دهه گذشته چطوری کشور رو اداره کردیم؟ و میگه آقای رفسنجانی در مورد تشدید بداخلاقی ها در جامعه، تشدید بداخلاقی ها همون چیزی که عرض کردم، افراد تفریط گروه ها باعث این بد اخلاقی ها میشه و میگوید که حضور تندروها و متعصبان در مراکز قدرت و تصمیم گیری ها همواره پیشرفت کشور را دوچار مشکل و مردم را دلزده کرده است. یعنی در یک در دو پاراگراف کوتاه نفرت جوانان، نفرت مردم، عموم مردم ایران، این اون واقعیتی که خودشون دارن بهش اشاره میکنن. بهترین اثبات آفتاب آمد دلیل آفتاب. بله، اما اجازه بدید از یک منظر دیگه هم بهش نگاه بکنیم. منظورم اینه که به هر حال رژیم از مجموعه ببینید در منطق اون وقت این سمت رژیم بنشینیم، بالاخره در منطق خودش برای برون از برون رفتن از همین بحران هایی که گفتید به هر حال یک نقش و مسیری برای خودش داره دیگه. هرچند که الان شما این رو گفتید به صورت مضحک، مسخره، مشمئز کننده داره پیش میبره. خب پس از نظر شما نقش مسیر واقعی رژیم چیه؟ یعنی نسیبی که در عالم واقع طی خواهد شد. ببین نقش مسیر رژیم، رژیم در بنبسته، برای بنبست نمیشه نقشه مسیر تعیین کرد. نقشه مسیر شما هنگامی تعیین میکنید که راهی باز باشه. اجازه بدید همیشه این سرنوشت رژیم های دیکتاتوری گاهی وقتا در اثارات خیلی ساده و حتی بنبست خطی و استراتژیکشون
خیلی وقتا در بمبست‌های تاکتیکی هم خودش رو نشون میده، در بی ثمر بودن بسیاری از شگردهایی که بهش تن میدن و روی میآورن. از جمله مثلا همین رساله از یک ابراز نظری کرده بود در مقابل بی فایده بودن همین کاری که برای 22 برنامه می‌کنه، که به طرز نمادینی من فکر می‌کنم بمبست رسید هم توش نشون میداد. گفتم که عجب گیری کردیم این وسط، اگر جمعیت میلیونی بیاریم برای 22 بهمن به خیابان میگن که اینا ساندیسی بودن، شما ساندیسی رو بردید. اگر هیچی نیاریم میگن ببینید چقدر رژیمتون ورشکسته است و اصلا هیچ پایگاه ندارید، این وسط ما چیکار کنیم؟ این در قالب خود داره راجب یک موضوع خاص و به لحن خودش صحبت میکنه، اما واقعا من به فکر میکنم که خلال همین احضار نظرهای خود رژیم به خوبی بنبستی که رژیم درش گرفتاره رو میشه درآورد و استخراج کرد. واقعیت اینه که رژیم آخونی خب بارها بحث کردیم، ببینید از این وضعیت میخواد در بیاد. خب شما میگید نقشه مسیر، خب نقشه مسیر باشه تعیین بکنه، یا باید در درون خودش به یک سازشی در درون جناح خودش واقعا برسه، مثلا امتیازی بده به این جناح به اون جناح و یک جوری دوباره این تلسم از هم شکسته شده ولایت رو دوباره هم بیاره، مثلا با امتیاز دادن، که خب این که حالا اگه همچی کاری بکنه چه خواهد شد جای خودش، ولی فعلا که اصلا برعکس این مسیر رو میبینیم که داره میره. فعلا که بحث اینه که چطور جناح احمدی نژاد رو هم کنار بذاره و بعضی تحلیلگران میگن که هدف اینه که از اینجا پرتاب بشن، یک سکوی پرشی بکنه برای اینکه اصلا پشت ریاست جمهوری رو حذف بکنه در دوره بعدی، نظر بعضی از تحلیلگران هست. بنابراین اصلا خبری از چنین چیزی نیست. از اونجایی که چنین قدرتی و چنین توان نداره برای فقط از این بنبست، از اون طرف آیا با بحران‌های خارجیش میتونه توان عقب نشینی در این رابطه داره؟ مثلا فرض بکنید الان شما این روزها میبینید مثلا یک نمونه خیلی روشنش، مثلا در همین میانمار میبینید که یک رفرم خیلی واضح و روشن در صحنه سیاسی رو شاهد بودیم، زندانیان سیاسی رو آزاد کردن با نیروهای اپوزیسیونی که مسلحانه با رژیم میگن اینا قرارداد صلح امضا کردن، خانم آسان سوچی که چندین سال در حبس خانگی بود آزاد شده در انتخابات شرکت میکنه و به نظر میرسه مثلا گرفت آلا تحلیلگران میگن که بالاخره پیام این بهار عرب رو مثلا فرض کن در اونجا هم شنیده شده و با استاد. خب اگر واقعا رژیم میخواد این کاری بکنه خب چه بهتر بفرام بکنه، ولی رژیم آخوندی کجا و مثلا فرض بکنید هیئت حاکمه میانمار که دست به چنین کارهایی میزنه کجا و اصلا رژیم آخوندی کجا و این حرفا کجا؟ احمدی نژاد رو نمیتونه تحمل کنه، احمدی نژاد یه خودش بوده سر کار و میگن که آقا تو چرا داری به پای خودت شلیک میکنی؟ میگه آقا ما احمدی نژاد شده قده مغزی برامون، اگر عملش بوده سرطانی در مغزمون در نزدیکترین لطش به مغزمون، اگر عملش کنیم یک چیز، اگر نکنیم یک درد وحشتناک. بنابراین این رژیم این بنبست رژیمه، نه در درون خودش میتونه دست به کاری بزنه و نه در مواجهه با بحرانهای بیرونی راه پیشرفتی داره. بنابراین در این راه شما میگی نقشه مثل نقشه مسیر متصور نیست، نقشه مسیر همون نقشه مسیر انقباض هست، سرکوب بیشتر و از اون طرف آماده بودن برای اینکه جواب خودش این رژیم از ملت ایران، از خلق قهرمان ایران و از پیشتازان مجاهدش و از مقاومت ایران دریافت کنه. بله خب با تشکر از شما.